سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما به یکی دیگه از برنامه های خاطرات قتل خوش اومدید در این برنامه به پرونده قتلی در ایران میپردازیم پرونده قتلی که در سال 1380 و در تهران اتفاق افتاد خاطر نشان میکنم تمامی مطالب این برنامه حقایق و شواهدیه که توسط بازپرسان و کاراگاهان این پرونده نقل شده و به احترام بازماندگان این قتل هیچ دخل و تصرفی در مطلب صورت نگرفته پس در ادامه برای بررسی این پرونده با ما همراه باشید قبل از هر چیز اگر تازه به کانال ما پیوستید حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه های جدید ما جان نمونید سال هشتاد بود و من رئیس اداره آگاهی در تهران و در حوالی میدون خراسون بودم. اون روز تو اداره سرگرم کارهای روزانم بودم که به ما اعلام شد جنایتی رخ داده. به محض دریافت گزارش همراه گروهی ویژه راهی محل حادثه شدیم. خونه قدیمی تو یکی از محله های شلوغ پایتخت. اون موقع روز ترافیک چندانی نبود و بعد از چند دقیقه به محل حادثه رسیدیم. وارد یکی از کوچه ها که شدیم با دیدن جمعیتی که مقابل خونه قدیمی تجمع کرده بودن فهمیدم که آدرس رو درست اومدیم. همه اهالی محل در اونجا جمع شده بودن ببینن چه اتفاقی افتاده. از ماشین که پیاده شدم هر کس چیزی میگفت. اما همه ی گفته ها از قتل عام ساکنان خونه حکایت داشت. ادعی با آب و تاب ماجرا رو برای کسایی که تازه از راه رسیده بودن تعریف می‌کردند و مامورای کلانتری تلاش میکردن جمعیت رو متفرق کنن. با هر سختی که بود بین جمعیت راهمون رو باز کردیم و وارد خونه شدیم. صحنه یه وحشتناکی بود. جا به جای خونه پر بود از خون. اولین جسدی که با اون مواجه شدیم جسد زنی حدوداً پنجاه ساله بود که وسط پذیرایی افتاده بود ظاهرا ضربات محکمی با جسمی سخت به سر و صورتش خورده بود طوری که شناسایی چهرش مشکل بود سراغ بقیه قسمت های خونه رفتم جسد پسر سیزده ساله ای داخل هموم دیده میشد. قتل پسر نوجوان فجی تر از بقیه بود و نشون میداد که با قاتلی قسیل قلب مواجه هستیم پسر بچه به طرز هولناکی داخل هموم به قتل رسیده بود تو یکی دیگه از اتاقها هم جسد دختر هجده ساله ای دیده میشد. هر سه قتل فجی بود و همه اینها یکی از تلخترین صحنه های جنایت در زندگیم رو مقابل چشمام قرار داده بود. داخل خونه و کمی دورتر از اجزاد قربانیان زن جوونی بود که خیلی بیتابی میکرد. یکی از مامورای کلانتری مراقبش بود که از حال نره. اون مدام زیر لب حرفایی میزد و با گوشه چادر رنگیش اشکاش رو پاک میکرد. احساس میکردم که شاید یکی از همسایه ها یا دوستان قربانی ها باشه. از افسر تجسس در رابطه باهاش پرسیدم. هم درست بود. افسر تجسس گفت جناب سرهنگ این خانم یکی از همسایه هاست که دوستی نزدیکی با خانواده قربانیان داشته. طبق گفته های اون قربانی ها مادر و فرزندانش هستن که در این خونه زندگی میکردن. این زن میگه که ساعتی قبل با شنیدن سر و صدای ها و بچه هاش خودش رو به خونه اونها رسونده و با این صحنه فجی مواجه شده. سراغش رفتم و پرسیدم شما میدونید که چه کسی این جنایات تلخ رو مرتکب شده؟ شما قاتل یا قاتلان رو میشناسید؟ زن جوان همون جور که گریه می کرد شروع به صحبت کرد و گفت جناب سرهنگ مسوم خانم آزارش به مورچم نمی رسید نه خودش و نه بچه هاش حالا فهمیدم که اسم زنی که به قتل رسیده بود معصومه بوده از زن همسایه خواستم به صحبتهاش ادامه بده اون هم گفت با اون که معصومه خانم وضع مالی خوبی نداشت اما آبرومندانه زندگی خودش و بچه هاش رو حفظ می کرد چند روزی بود که برادرش به خونه اونها اومده بود. اسمش احمده. مسوم حرفی نمیزد و چیزی درباره برادرش نمیگفت. اما از شهره این مرد معلوم بود که معتاده. چند باری جلوی خودم از مسوم پول گرفته بود. میدونستم که پول رو گرفته که مواد بخره. بیچاره مسوم خانمم به خاطر رودربایسی با من بهش پول رو داده بود که مبادا سر صدا کنه. امروز صدای جر و بحثشون رو شنیدم. صدا تا خونه ما می اومد اما توجهی به اون نکردم. از روی صدا فهمیدم که محسومه و برادرش با هم بحث میکنن. چون چند دفعی صدای دعوای اونها رو شنیده بودم. اینطوری که از حرفاشون شنیده بودم احمد پول میخواست و محسومه میگفت که پول نداره. امروز هم بحثشون بالا گرفت. خواستم سراغ معصومه برم اما ترسیدم ناراحت بشه. صدای یه معصومه رو میشنیدم که میگفت چرا دست از سر من و بچه هم بر نمیداری؟ میگفت که من با هزار بدبختی زندگی خودم و بچه هم رو میگذرونم. اون وقت تو با زور از من پول میگیری و خرج مواد میکنی؟ معصومه خانم و بچه هاش تنها زندگی میکردن. شوهرش مدتها قبل اونها رو ترک کرده بود و توی این مدت معصومه خانم برای بچه هاش هم پدر بود و هم مادر. صدای دعوای معصومه و برادرش بلند و بلندتر میشد که یک دفعه صدای جیغ معصومه رو شنیدم و بعد از اون سر صداها قطع شد بعد از چند لحظه صدای جیغ دیگه ای رو شنیدم و یک دفعه احمد رو دیدم که هراسون از خونه خارج شد صدایی از خونه معصومه نمی اومد چند باری صداش زدم هیچ جوابی نداد در خونه نیمه باز بود وارد خونه شدم هنوز پام رو داخل پذیرایی نذاشته بودم که با صحنه وحشتناکی مواجه شدم. معصوم غرق خون روی زمین افتاده بود. دیگه متوجه نشدم. از صدای جیغ و داد من همسایه ها هم خودشون رو به خونه رسوندن. من مطمئنم، مطمئنم که عامل این جنایت ها احمده. با صحبت های زن همسایه برای ما هم شکی باقی نمونده بود که جنایت توسط احمد رخ داده. اما یک مرد چطور میتونست اینجوری خواهر و خواهرزاده هاش رو به قتل برسونه؟ تنها یک جواب برای این پرسش وجود داشت. با خودم گفتم رقم خوردن همچین جنایتی تنها میتونه نتیجه مصرف مواد مخدر باشه و از همون زمان جستجوی ما برای دستگیری احمد شروع شد. ابتدا سراغ بقیه همسایه‌ها همسایه ها رفتیم. از اونها درباره احمد پرسیدم. همسایه هایی که در نزدیکی خونه قربانی زندگی میکردن حرفای زن همسایه رو تایید کردند. اونها هم شاهد دعواهای احمد و خواهرش بودن و بارها صدای درگیریشون رو شنیده بودن. تحقیقات رو برای دستگیری احمد که تنها مزنون پرونده ما بود ادامه دادیم. اما این مرد متواری شده بود و نمیدونستیم که به کجا رفته. در تحقیق از همسایه ها متوجه شدیم که احمد کسی رو جز خواهرش تو تهران نداشته. حالا دو احتمال مطرح بود. اینکه سراغ کسایی رفته باشه که از اونها مواد میخریده یا اینکه به شهر خودش برگشته باشه. احتمال دوم قوی تر بود. چون که تو چنین شرایطی عاملان جنایت فرار از شهر رو ترجیح میدن. با این احتمال با قاضی پرونده هماهنگ کردیم و بعد از دریافت نیابت قضایی بلا فاصله راهی شهرستان محل سکونت احمد شدیم. میدونستیم که اطلاف وقت باعث میشه پسر جوون فرصتی برای فرار پیدا کنه و برای همین با عجله حرکت کردیم. محل سکونت احمد شهری در نزدیکی تهران بود. حدسمون این بود که اون به خونه پدریش گریخته. در حالی که ما در راه خونه پدری احمد بودیم همکارای دیگم نشونی خونه اون رو شناسایی کردن و تلفنی اطلاعات کاملی رو در اختیارمون قرار دادن طور که حد زده بودم احمد به شهرشون فرار کرده بود و موفق شدیم اون رو تو خونه پدریش بازداشت کنیم پسر جوان رو به اداره انتقال دادیم و در بین راه بود که اون از جزئیات قتل خواهر و خواهرزاده هاش گفت. احمد پسری لاغر با صورتی که جز پوست و استخون چیزی از اون باقی نمونده بود. اعتیاد به مواد مخدر چهرش رو داغون کرده بود. نگران بود و پریشون. دستاش میلرزید و عرق روی پیشونیش نشسته بود. با کلمات بریده بریده شروع به صحبت کرد. بدون اون که حرفی بهش بزنم جزیات جنایتش رو تعریف کرد. اون گفت روز حادثه سراغ معصومه رفتم و ازش پول خواستم. پول ته کشیده بود و پولی نداشتم که با اون شیشه بخرم. با خودم گفتم معصومه یکم گر میزنه اما در نهایت پولو به میده. اما معصومه این بار داد و بیداد رو انداخت و به من گفت باید گورمو و گم کنم. اون شروع به فهاشی کرد و گفت دست از سر اونو بچه هاش بردارم. میدونستم اون وضع مالی خوبی نداره و به سختی زندگی خودش و بچه هاش رو اداره میکنه اما درد بی موادی من بد جوری اذیت میکرد نمیدونم چی شد که یک دفعه تعادلم رو از دست دادم و نفهمیدم چی کار دارم میکنم راستش به خاطر مصرف شیشه دچار توهم شده بودم و تو اون لحظات اصلا اختیار کارهایی رو که انجام میدادم نداشتم میله آهنی که کنار حیات بود رو برداشتم و به طرف خواهرم حمله کردم. فرصت ندادم اون از خود دفاع کنه. با میله آهنی چندین بار به سرش کوبیدم و خواهرم فقط جیغ کوتاهی کشید و غرق خون روی زمین افتاد. سراغ دختر خواهرم رفتم که به اتاق پناه برده بود تا شاهد درگیری من و مادرش نباشه. اون نمیدونست چه اتفاقی افتاده. وقتی منو با میله آهنی خونین دید شروع به لرزیدن کرد اون میخواست شروع به گریه کنه اما من اما من امونش ندادم و بهش حمله کردم بعد از کشتن دختر خواهرم نوبت پسرش بود متهم جوان سکوت کرد مکسی طولانی اون زمان نمیدونستم به چی فکر میکنه اما وقتی شروع به حرف زدن کرد آره متوجه تفکراتش شدم اون گفت نمیدونم چرا بچه ها رو کشتم چیش ذهنم رو از بین برده بود و من نمیفهمیدم که چی کار میکنم حس میکردم باید هر سه نفر اونها رو به قتل برسونم تا به مواد برسم پسر خواهرم داخل همون بود اون حتی نمیدونست که من مادر و خواهرش رو کشتم وقتی در همون رو زدم بیخبر از همه جا در رو باز کرد بهش حمله کردم و اون رو هم به قتل رسوندم بعد از قتل اونها مقداری پول برداشتم و از خونه فرار کردم تو راه تازه به عمق کاری که کرده بودم پی بردم من سه بیگناه رو به خاطر مصرف مواد کشته بودم افرادی که به من محبت میکردن و منو دوست داشتن با اینکه من دست خالی به خونه خواهرم اومده بودم اما اون همیشه با احترام جلوی بچه هاش با من برخورد میکرد توهم شیشه باعث شد که من با دستای خودم سه بیگناه رو به قتل برسونم. بعد از انتقال احمد به اداره آگاهی اون به بازسازی صحنه جنایت پرداخت. احمد قتل خواهر و برادرزاده هاش رو بازسازی کرد و روانه زندان شد تا در دادگاه محاکمه بشه و به جزای کاری که کرده برسه. پرونده های زیادی در دادسراها وجود داره که در بردارنده یک که بر اثر توهم استفاده از ماده مخدر شیشه به وقوع پیوسته. تمام افرادی که مرتکب این قتل ها شدن بعد از ارتکاب اونها حتی نمیتونن جزئیاتش رو بیان کنن و حتی درکش کنن. شیشه یکی از بدترین مواد مخدر موجوده که متاسفانه به خاطر ارزون بودنش بین معتادین زیاد رواج داره. به نظر شما برای افرادی که تحت تاثیر استفاده از مواد دست به جنایت میزنن چه حکمی باید صادر بشه؟ نظرات و پیشنهاداتتون رو در کامنت ها برامون بنویسید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. براتون آرزوی سلامتی و شادکامی رو دارم. پیروز و پایدار باشید.